سلام، به داستان‌های واقعی خوش اومدین. در برنامه امروز از اولین جنایت بر روی کره زمین بهتون میگیم. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستانتون از ما حمایت میکنین. اگر از برنامه های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو همراهی کنید. هابیل و قابیل فرزندان پسر حضرت آدم و حوا علیه السلام هستند. بر اساس منابع تاریخی، پس از اعتراض قابیل به انتخاب برادر کوچکش هابیل به جانشینی حضرت آدم، این دو برادر مأمور به قربانی کردن برای خدا شدند. تا قربانی هر یک از سوی خدا پذیرفته شد، جانشینی حضرت آدم از آن او باشد. اما قابیل پس از آنکه قربانیش برخلاف قربانی هابیل پذیرفته نشد، هابیل را به قتل رساند. پس از مدت‌ها رنج و سختی و تحمل مشقت‌های فراوان، وقتی که برای اولین بار هوا نوزاد خیش را بوسید، نخستین شکوفه‌های باغ انسانیت شکفت و نظام زندگی آنها تکامل یافت و این زن و شوهر با انس و علاقه به فرزندان خود به تربیت و پرورش آنها پرداختند و همواره سعادت آنها را آرزو می کردند. هوا در دو نوبت زایمان 4 فرزند آورد. در یک نوبت قابیل و خواهرش و در نوبت دیگر هابیل و خواهرش به دنیا آمدند. این زن و شوهر عشق فراوانی به جگرگوشه های خود داشتند و امید داشتند که نسل فرزندانشان روی زمین را پر کنند و بر روی زمین آزادانه از رحمت خداوند بهره‌مند شوند. آدم عشق فراوانی به پسران خود داشت و حوا نیز با وجود تحمل مشکلات و مصائب دوران بارداری و بزرگ کردن فرزندان، همیشه با آغوش باز و عشق فراوان آنان را به آغوش می‌کشید و چشمش روشن و قلبش منور می‌شد. فرزندان آدم در سایه لطف پدر و مادر رشد می‌کردند تا طراوت زندگی و نیروی جوانی آنان رو به کمال گذاشته و دختران علائم بلوغ را در خود حس کردند. دو پسر آدم هم برای تحصیل روزی خیش در زمین کار می‌کردند تا از منافع آن بهره‌مند شوند. قابیل شغل کشاورزی و برادرش هابیل چوپانی را پیشه کرد و از این راه امرار معاش می‌کردند و خیمه صلح و امنیت بر سر این خانواده نیکبخت سایه افکنده بود. با گذشت ایام و کسب تجارب زندگی، نیروی جوانی و قوه شهوت در این دو برادر نیز تقویت شد و هر دو تصمیم گرفتند همسری برای خود انتخاب کنند تا خاطرشان آسوده شود و از صحبت با او خوشنود شود. در پی این آرزوی شیرین به جستجو و کاوش پرداختند تا به آرزوی خود برسند. اراده خدای حکیم از ازل چنین بود که فرزندان آدم در روی زمین رنج و زحمت بکشند و اولاد و ثروت آنها افزایش یابد و زمین را طراوت و زینت دهند. و باز قضاء او بر این تعلق گرفته با افزایش نسل بشر، ذوق‌ها و سلیقه‌ها متفاوت شوند و سعادت و شقاوت و خیر و شر جلوه‌گر شود تا رقابت و ترقی در روی زمین ایجاد شود. لذا خدا به آدم ابوالبشر وحی کرد خواهر همزاد هابیل به عقد قابیل درآید و خواهر همزاد قابیل نیز به عقد هابیل. آدم علیه السلام دستور خدا را به پسران خود ابلاغ کرد و انتظار داشت که از فرمان خدا سرپیچی نکند و این مشکل را حل کند. ولی اگر خودسری و روح سرکشی در وجود هیچ یک از فرزندان نبود، آرزوی پدر نیز برآورده شده بود. از آنجا که حرص و طمع ریشه غرایز انسانی است، هر کس خواهش نفس را لگام زند و سرکشی را در هم شکند و عقل خود را بر هوای نفس خیش مسلط گرداند، از گروهی است که در دنیا و آخرت پیروز و رستگار و محترمند. ولی آن کس که میل دل خیش را آزاد گذارد و زمام هوای نفس خیش را از دست عقل بگیرد و به حرص بپردازد، جز کسانی است که در ضرر و خسرانند و سعی آنان در دنیا بیفایده است، در حالی که گمان می‌کنند کار خوبی انجام می‌دهند
در صورتی که این حوادث محک انسان و وسیله امتحان نسل بشر در روی زمین است. چون آدم فرمان الهی را به دو فرزند خیش ابلاغ کرد، امیدوار بود که از فرمان او پیروی و ارشاد کند. اما قابیل عصبانی شد و تسلیم حکم الهی و پدرش نشد. زیرا خواهر تو عم هابیل از نظر جمال و زیبایی به تو عم قابیل نمی رسید. لذا قابیل حسادت کرد و به این تصمیم راضی نشد و تمایل داشت که همزاد خیش از آن او شود و از آن برادرش نباشد، زیرا خود را برای همسری تو عم خیش شایسته تر می دید. چه می توان کرد؟ همیشه زیبایی اندام طوفانی بوده که غبار شهوت را در چشم عقل افشانده و با روح انسان در نبرد بوده و گاهی بشریت را به دام مرگ و هلاکت و بی‌آبرویی و رسوایی کشانده است. باری مسئله زیبایی سبب اختلاف و جدایی دو برادر شد و یکی از دو برادر از فرمان پدر سر برتافت و حکم پدر را نقض کرد و از زیر بار دستور او شانه خالی کرد. با نافرمانی پسر گویا طوفانی سهمگین بر پیکر آدم وزید، زیرا او تا کنون چنین حادثه‌ای را پیش بینی نکرده بود و گرفتار آن نشده بود و در فکر این بود که چگونه به میل دو فرزند خود رفتار کند و صلح و امنیت را بین آنان برقرار کند، تا اینکه خدای تعالی به وسیله وحی راهی پیش پای او گذاشت. حضرت آدم نیز بر حسب ارشاد و هدایت الهی از دو فرزندش خواست تا برای خدا از بهترین محصول خود قربانی کند و قربانی هر کس که قبول شد سزاوارتر است به آنچه میل دارد و اراده می کند. هابیل چوپان یک شتر نر از میان حیوانات خود برای قربانی حاضر کرد و قابیل مقداری از محصول کشاورزی خود گندم نامرغوب آورد. این دو برادر آرزو داشتند در این مسابقه پیروز و سربلند شوند و از جایزه آن بهره مند شوند. اما قربانی هابیل پذیرفته شد و آتش به عنوان علامت پذیرش شتر را بسوزاند، ولی قربانی قابیل پذیرفته نشد، زیرا در این عمل نیز خلوص نیت نداشت و نافرمانی پدر کرده بود. به دنبال شکستی که متوجه قابیل شد، نور امید در او خاموش شد و حس خودخواهی و کینه او شعله‌ور شد. روح تبهکاری در او زنده شد و آتش حسد در وجودش زبانه کشید و برادر را تهدید کرد: تو را می کشم تا بدبختی خیش و نیکبختی تو را نبینم. من نمی گذارم تو با آرزوی برآورده زنده بمانی و من ناکام مانده باشم. تو را می کشم تا از رنج شکست خود و پیروزی تو راحت شوم. هابیل در مقابل تهدید برادر با حسرت و اندوه فراوان به او گفت: برادر، بهتر است ریشه کینه را از دل خود برکنی و راه سلامت را بجویی و به سوی آن بشتابی. خدا فقط عمل پرهیزکاران و صالحان را میپذیرد. به همین جهت قربانی تو مورد پذیرش واقع نشد. هابیل به لطف خدا دارای عقلی سلیم و جسمی نیرومند و روحی امانت دار بود. او از کسانی بود که از حکمت الهی برخوردار شده و قدر آن را میدانست. هابیل همیشه خوشنودی خدا را بر خوشنودی خیش مقدم می شمرد و عشق فرمانبرداری پدر و مادر را در نهاد خود می پروراند و به خواست خدای خیش راضی بود. هابیل معتقد بود که زندگی جهان متاعی فانی و سایه‌ای ناپایدار است و چون برادر خود را فوق‌العاده دوست می داشت، همیشه به او پند و اندرز می داد و پیمان برادری را رعایت می کرد. هابیل در عین اینکه برادر را پند می‌داد، در خود نیروی خداداد می‌دید و به همین جهت غرور، خودخواهی و عصیان قابیل در روحیه او تأثیری نداشت. او منتظر تقدیر الهی بود و هیچگاه فکر آزار برادر در ذهن او خطور نکرد، زیرا خداوند پاکی و پرهیزکاری را در فطرت هابیل به ودیعت گذاشته بود و از خدای جهانیان می‌ترسید و به فکر آزار برادر خود نبود و تنها هدفش رضایت و خوشنودی پروردگار بود. بار دیگر هابیل به پند برادر خودش پرداخت:
اما عاطفه برادری نتوانست آتش شعله ور کینه و حسد قابیل را مهار کند. مهر و محبت برادری نتوانست از طغیان آتش فشان خشم او بکاهد. ترس از خدا و رعایت حقوق پدر و مادر نتوانست شهوت قابیل را مهار کند و اولین جنایت بشری بر روی زمین اتفاق افتاد. و سرانجام هنگامی که طوفان شهوت و غرایز جنسی به اوج خود رسید و عقل و ادراک قابیل را تیره کرد، حابیل به خاک و خون غلطید و جسد بیجانش در مقابل برادر بر زمین افتاد. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. حتما با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت کنید و همینطور با فشردن اون زنگوله روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.